گرونترین خونه های تهران. امروز میخوام گرونترین خونه های تهران رو بهتون نشون بدم. خونه هایی که صاحب خونه های اون علی دایی و کریم باقری هن. و الان قیمتاشون تقریبا همتراز خونه های منهتن نیویورک شده. و البته امکاناتی مثل باند هلیکوپتر، زمین تنیس، آمفی‌تئاتر، مربی بدنساز، سینمای ویژه، پزشک اختصاصی هم دارن. پس با ما همراه باشید، ولی قبلش اگه عضو چنل یوتیوب ما نیستید سابسکرایب فراموش نشه و اون زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما باخبر میشید. شماره 1، برج چناران. برج سوپر لاکچری چناران اولین برج گرون قیمتی که میخوایم بهتون معرفی کنیم. این در منطقه الهیه تهران قرار داره که همونطور که میدونید الهیه گرونترین محله تهرانه و لوکس‌ترین خونه‌های تهران رو در خودش جای داده. برج چناران که معماری منحصر به فردی هم داره 13 طبقه داره و 28 واحد مسکونی با امکانات فراوون در زیرزمینی به وسعت 8000 متر مربع. معماران این ساختمان منحصر به فرد از معروفترین آرشیتکت های ایرانی هستند که معتقدن برج چناران مجتمعی لوکس و تمام عیاره که به طرز غیرقابل تصوری طراحی و مهندسی شده تا بالاترین انتظارات افراد خاص رو برآورده کنه. متراژ این خونه های لوکس بین 320 تا 640 متر مربعه که برای ساخت هر متر از اونها بین 7 تا 9 میلیون تومان اون زمان هزینه شده، ولی قیمت الانش طبق شنیده های بالا 140 میلیون تومنه. مشاعات این مجتمع شامل 2000 متر لابی با ارتفاع 12 متر، استخر 500 متر مربعی و سالن فرزشی بسیار مجهز. امکانات فراوان این برج از پیست پیاده روی گرفته تا استخر و آبنماهای زیبا و آبشار بر جذابیت‌های اون افزوده. علاوه بر این داخل واحدها هم به زیبایی آراسته شده. شیرالات با روکش طلا برای واحدها ساخته شده و پارکینگ برای هر خودرویی که بخواید وارد شید به طور اتومات برای همون خودرو که می‌خواید وارد شید باز میشه. مالک این مجتمع تمام واحدهای اون رو فروخته و هیچ کدوم رو اجاره نداده. و الان این برج جای خیلی عالی شده واسه پولدارا که دارن توش حال میکنن و برج چناران به نماد منطقه الهیه و فرشته تبدیل شده. طبق شنیده ها برای دیدن و خریدن این خونه ها شما باید اول پرینت حساب بانکیتون رو نشون بدین که بالای 2300 میلیارد تومان گردش حسابتون باشه. بعد اجازه دارید برید اونجا و خونه هاشو ببینید و اگر دوست داشتید بخرید. چند نفر از معروف ترین کارخانه دارهای ایرانی توی این برج زندگی میکنن و گفته میشه توی پارکینگش تویوتا پرادو ضعیف‌ترین ماشینیه که میتونید ببینید. شماره 2، برج سوپر لوکس بعدی برج آلتون کورته. این برج باند هلیکوپتر داره و این برج در منطقه نیاوران تهران ساخته شده. در 18 طبقه برج لوکس آلتون کورت نیاوران 60 واحد مسکونی در متراژهای کوچک و بزرگ از 250 متر گرفته تا 600 متر مربع رو در خودش جای داده. این برج دو تا پنت هاوس 500 و 700 متر مربعی داره و امکانات منحصر به فردی هم توی اونها تعبیه شده. واحدهای برج آلتون بسته به متراژ و امکاناتی که دارن اون زمان از متر 60 میلیون تومان به فروش می‌رسیدن. اما طبق شنیده ها الان متری بالای 130 میلیون تومان قیمت داره. از امکانات این برج میتونیم به لابی بسیار زیبا و لوکس، استخر مخصوص خانم ها و آقایون، 400 متر مربع برای آقایون و 750 متر مربع برای خانم ها، سالن ماساژ، سالن بیلیارد، سالن اجتماعات، سالن ورزشی، زمین تنیس، فضای پیاده روی، روف گاردن، باند هلیکوپتر و 3 طبقه پارکینگ. یعنی اگه شما اونجا باشی دیگه لازم نیست پاتو بذاری بیرون از ساختمون. هر امکاناتی که دلت بخواد اونجا هست و میتونی حالشو ببری. طبق شنیده ها چند نفر از معروف ترین چهره های ایران هم تو این برج زندگی میکنن، ولی نمیخوان و دوست ندارن که اسمشون مطرح بشه. یکی دیگه از ویژگی های برج آلتون باغ ایستاده اونه که بزرگترین سرسرا و ورودی رو بین برج های تهران داره. جالبه بدونید که این ساختمون طوری طراحی شده که در مقابل زلزله 8.5 ریشتری هم مقاومت داره. یعنی مقاومتی به اندازه خونه های ژاپن داره این برج. یعنی شما پول که داشته باشی ضد زلزله هم میشی. شماره 3، برج رولکس. به عقیده بسیاری برج رولکس فرمانی فوق لاکچری ترین برج تهران ایرانه که محل زندگی افراد مشهوری همچون علی دایی و کریم باقری و حتی پزشک اختصاصی هم داره و قیمت های میلیاردی اون سر به فلک کشیده. به گزارش سایت عصر ایران و به نقل از روزنامه شهروند، علی دایی در پنت هاوس استثنایی و فوق‌العاده این برج زندگی می‌کنه
که من الان امکانات برق ریزون و پشم ریزونشون رو بهتون میگم تا در جا شوکه بشید. برج رولکس فرمانی 52 واحد لوکس و تمام عیاره که هر واحد اون به قیمتی متری الان 140 میلیون تومنه داره به فروش میرسه. این مجتمع سوپر لاکچری دو استخر 700 متری به صورت مجزا برای آقایون و بانوان داره. علاوه بر استخرهای ویژه که در این برج وجود داره، ساکنان رولکس فرمانیه میتونن از سالن‌های بدنسازی با امکانات ویژه در محل زندگیشون بهره ببرن. جالب اینجاست که در سالن بدنسازی این برج مربیان حرفه‌ای شنا، بدنسازی و ایروبیک هم حضور دارن که هر خانواده در زمانی که در نظر گرفته شده بره و از حضور این بزرگواران بهره ببره. همینطور برج رولکس فرمانیه زیباترین و منحصر به فردترین لابی رو بین برج‌های تهران داره. این برج کارواش مرکزی هم داره. سیستم استفاده از پنل خورشیدی برای تامین آب گرم هم داره. این برج در شمال تهرانه که بیش از 10 لابی به صورت شبانه روزی اونجا دارن کار میکنن. یعنی امکانات یک شهر رو آوردن چپوندن تو یک برج. البته این امکانات مفتی هم نیست. خب باید کلی پول خرجش کنن. ساکنان محترمشون علی خان دایی و کریم آقا باقری. هزینه شارژ این خونه بر اساس متراژ خونه ها از ساکنان گرفته میشه. قیمت شارژ واحد های این برج از متر 250 هزار تومان شروع میشه و تا 400 هزار تومان هم میرسه. در واقع ساکنان برج رولکس بر اساس متراژ خونه های خودشون شارژ نجومی رو هم پرداخت میکنن. یعنی به به، هر که بامش بیش برفش بیشتر. شماره 4، برج روماروزیدنس. یکی از برج‌های لوکس ایران که در شمال شهر تهران در منطقه کامرانیه قرار گرفته. این برج مجلل دارای وسعتی به اندازه 7000 متر مربع و توسط همون معماران برج چناران طراحی شده. سازنده اصلی این برج سلطان فولاد ایران یعنی رسول دانیال زاده است که اسمش در دادگاه اکبر طبری بارها مطرح شد و گفته میشه دو واحد از واحدهای این برج رو ایشون به اکبر طبری کادو داده. بالاخره دوستی دیگه. برج روماروزیدنس در زمینی به وسعت 7000 متر مربع ارجاع شده و از امکانات بسیاری برخورداره. این مجموعه علاوه بر واحدهای مسکونی واحدهای تجاری رو هم داره. این برج 18 طبقه داره که با کاربری های متفاوت که 15 طبقه اون رو بخش مسکونیه و 1 طبقه لابی و 3 طبقه زیرزمینش هم پارکینگ و مراکز رفاهیه. لابی مجموعه به عنوان بخش ورودی ساختمون از طراحی بسیار لوکس و مجللی برخورداره. طبقات مسکونی برج روماروزیدنس شامل 65 واحد مجزا و لوکسه که در هر طبقه از این برج تعداد واحدها متفاوته. در نتیجه متراژهای متفاوتی رو هم برای اون شامله. تو طبقه 1 تا 5 در هر طبقه 6 واحد 350 تا 400 متری رو داریم. طبقه 6 تا 13 در هر طبقه 4 واحد داریم که 2 واحد 600 متری و 2 واحد 400 متریه. طبقه 14 و 15 هم تو هر طبقه 1 پنتهاوس 926 متری و 1 واحد پنتهاوس 1400 متری به صورت دوبلکس قرار داره. این قصر مجلل و باشکوه در کنار تمام زیبایی و معماری چشم نوازش امکانات زیادی داره و تمام امکانات یک زندگی لوکس و مرفه رو برطرف کرده. امکانات برج روماروزیدنس که در بالاترین سطح برنامه‌ریزی شده شامل امکانات تفریحی، تأسیسات بروز و با کیفیت دنیا و امکانات درجه یکه که همه اینها در کنار هم یک برج تمام عیار رو برای ساکنین قرار داده. واحدهای مسکونی این مجموعه از امکانات زیادی برخورداره، به طوری که در بعضی از واحدها برای تمام خوابها سرویس بهداشتی مجزا در نظر گرفتن و در مجموع دارای تجهیزات و وسایل خیلی لوکسه. از جمله میشه به تجهیزات آشپزخونه این برج اشاره کرد که تجهیزاتی مثل اجاق گاز ایتالیایی، فر، مایکروویو، قهوه ساز، ماشین ظرفشویی با برند معتبر، ماشین لباسشویی با برند زیمنس آلمان. واحدهای برج روماروزیدنس سیستم های کنترل هوشمند ABB که قابلیت های نظیر تنظیم دما، نور، صدای موسیقی رو به همراه دارن و شرایط مناسب برای لذت بردن از زندگی رو فضای خونه رو به وجود آوردن. فضای تفریحی برج که از امکانات زیادی هم سرشاره شامل سالن بیلیارد، استخر بزرگسالان و استخر کودکان، جکوزی، سونای خشک،
سالن بدنسازی و سالن ایروبیک که مجموعه آبی برج هم در طبقه منفی 3 قرار داره. قیمت واحدهای این برج سوپر سوپر لاکچری بالای متری 130 میلیون تومنه. رسیدیم به آخرین برج لاکچریمون، یعنی برج پارامیس توی خیابون فرشته. این برج 13 طبقه داره و 10 طبقهش مسکونیه و 1 طبقه لابی و 2 طبقه پارکینگه که برای هر طبقه از این مجموعه 1 واحد مسکونی ساخته شده. واحدهای برج پارامیس که از متراژهای بالایی هم برخورداره شامل 9 واحده که معماری داخلی اون رو خیلی زیبا و شیک طراحی کردن. این واحدهای مسکونی که چشم هر بیننده‌ای رو به خودش جلب می‌کنه 450 متر مربع زیربنا داره و از ارتفاع نسبتاً بالایی هم برخورداره. مجموعه پارامیس فرشته دارای 2000 متر مربع مشاعاته که علاوه بر لابی مجتمع، سالن‌های ورزشی، استخر، جکوزی، سالن اجتماعات و فضای سبز هم داره. پارکینگ مجتمع پارامیس فرشته در 2 طبقه زیرزمین اجرا شده که هر واحد مسکونی 3 واحد به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده. قیمت هر واحد این برج هم بیش از 135 میلیون تومان تخمین شده. بله، این هم از معرفی گرونترین و سوپر سوپر لاکچری ترین برج های تهران. لایک یادتون نره و به نظرتون کدوم برج بهتر بود توی کامنت ها واسمون بنویسین.